اوه چقدر طول کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون قشنگ. خیلی خوشحال هستم که یه روز دیگه تو برنامه من خوبم تو خوبی همراه شما هستم. من حرف واسه گفتن ندارم، اما من یه دنیا حرف واسه گفتن دارم. همین الان در آن واحد چشماتون ببندین، ببندین، خدا وکیلی ببندین، کلکم از این. آره خیلی خوب. نه آقا این تصدیر دارن نگاه میکنن از یه چشماتون خانم. نه ببندین چشماتون، ببندین. فقط ثانیه به این فکر بکنین که اگه من خوب باشم بعد تو خوب نباشی چه اتفاقی میفته. حالا عکسش هم نگاه بکنیم. نه دیگه الان احتیاج نیست چشمو ببندین، چشمونو باز کنیم. اگه تو خوب باشی من خوبم. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ من اینجا باید بپرسم هدف شما چی بود از این کار؟ هدف اینه. هم بنگ بنگ. آره. چرا خانم قصد زدن چی رو داشتین؟ یعنی با تصویر برداری ما مشکل داریم شما در دومین جلسه. چرا داشت من ترشی میکنی فرزاد جان؟ ماشاءالله نه سنناشون همه ماشاءالله هزار ماشاءالله. غیر از آیل دستانی آخه من که تزد گردنان رسیدم چه داشت من نمیتونه با همکارا داشته باشم؟ حالا بذار برسم دوتا لیوان چای بنوشم بعد یواش یواش فامیل بشم. خدمت باعث میشه که شما حرف و حدیث و غیبت و این حرفا. امکانات دشمنی بعد از قدیمی شدن به وجود میاد دیگه. معمولا. خدای ما رو قدیمی نکنه. خدای ما همینجور جدید بمونیم. امروز به اتفاق سرکار خانم صادقی که در حال این توفیق رو داریم که از دیروز با خجست سال روز و سال میلاد دین اسلام عید مبعث همراهشون هستیم در مورد هدف صحبت بکنیم. معمولا ما سوژه هامون رو خانم صادقی یه جوری انتخاب میکنیم که به مهمون برنامه‌مون هم بخوره و این دفعه مهمون برنامه‌مون یه جوری هستش که خودش به سوژه میخوره. آره همین نگران این قضیه شون که بخواد به مهمون برنامه بخوره بعد مهمون برنامه آسیب ببینه چه اتفاقی میفته. مهمون برنامه ما از اونها هستش که به هر حال آدمی هستش که بزن است. آره خوب و میزنه. از آدمهایی هستش که میانه خال میدونه کجاست. امکان داره من گه خودم صحبت میکنم نتونم قشنگ وسط خال بزنم. سوزنی رو میشناسه. اینا دیگه خیلی حرفه‌ایه. در یه حدی بگین که منده بتونم صحبت بکنم. اما